تا اون حد شناختی که من از هم اندیشه و هم فعالیت های شاهزاده چه قبل و چه اکنون دارم، ایشون که نمیتونن وارد و میتونن اون نقش، چیزی رو که من همواره گفتم، نقش حلقه‌ای رو بازی بکنن، حلقه اتصالی رو که میتونه گروه های پراکنده‌ای رو که به یک اصول معینی وفادار هستن برای ساختن ایران آزاد و آباد، نقش اون حلقه رو بازی بکنن و تا کنون هم این نقش رو به نظر من بازی کردن و دیگه وظیفه گروه ها هستش که همدیگر رو پیدا بکنند. اون اتوبوسی هم که ایشون مثال میزنند، به هر حال اتوبوسی هستش که در ایستگاه‌های حتما مثل قطار نیست که روی ریلی بره و یه هدف معینی داشته باشه و اونجا متوقف بشه. اتوبوسی هستش که میتونه راه‌های مسیرهای مختلفی رو در پیش بگیره، جاهای توقف داشته باشه، کسانی ممکنه ازش پیاده بشن، کسانی دو سوار بشن، ولی دیگه این وظیفه اون گروه‌ها هست. یعنی نقش شاهزاده رو به نظر من اینجوری نباید ببینن که هر بار یا گوشی تلفن رو بگیره یا دیداری داشته باشه و به اینا بگه بیاید با هم دیگه بشینید. خود اون گروه ها هستن که باید اگر که واقعا دلشون برای ایران میتپه تماس بگیرن. اون موانعی رو که تا حالا اینها رو باز داشته از اون ائتلاف مهم هست، این مفاهیم سیاسی اتحاد و ائتلاف و اینا همه روشن بشه. برای اینکه ائتلاف به معنی این هستش که شما نمیرید با همفکرها و همحزبیهای خودتون ائتلاف بکنید، بلکه با کسانی ائتلاف میکنید که باهاشون اختلاف نظر دارید ولی روی اصولی مشترک میخواهید به یک هدف مشترک در یک زمان معین برسید. این دیگه وظیفه اون گروه هاست و باید اون خواست حد اکثر، اون جذب حد اکثری رو انجام بدن.